اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی. لندن 7 صبح در تهران. سلام، جلال فرهنگ هستم و این چشم‌انداز بامدادی بی بی سی است. در برنامه امروز میشنویم از انتشار فایلی صوتی که روایتی دست اول از لحظه های برخورد موشک سپاه پاسداران با هواپیمای مسافربری اوکراین در آسمان تهران میدهد. صدای مکالمه یک خلبان با مرکز کنترل ترافیک هوایی. سازمان همکاری اسلامی طرح آمریکا برای حل مناقشه اسرائیل و فلسطینی ها را رد کرد. میپرسیم این موضع‌گیری چه پیامد و تأثیری میتواند داشته باشد. از حمله ترکیه به مواضع نیروهای دولت سوریه میشنویم که آنکارا میگوید در واکنش به کشته شدن سربازانش در حمله نیروهای سوری بوده است و ناکام ماندن تلاش دانشمندانی که یک واکسن مقابله با HIV را آزمایش میکردند هم موضوع دیگر برنامه است. فعلا مشروع خبرها از فیروزه اکبریان. حدود 1 ماه بعد از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین، یک رسانه این کشور بخشی از مکالمه مرکز کنترل ترافیک هوایی فرودگاهی در تهران را با خلبان یک پرواز همزمان در آسمان تهران منتشر کرده که در آن خلبان از مشاهده حرکت شیء نورانی شبیه موشک و انفجاری بزرگ میگوید. الان ما نورش رو میبینیم از اینجا. چیزی به ما گزارش نشده. رئیس جمهوری اوکراین گفته این مکالمه نشان می‌دهد ایران از همان ابتدا می‌دانست که هواپیما با شلیک موشک سرنگون شده، نه بر اثر نقص فنی. یک مقام سازمان هواپیمایی کشوری ایران گفته بعد از انتشار این فایل صوتی از طرف اوکراینی‌ها دیگر هیچ سندی به آنها داده نخواهد شد. امیر حسین مقصودلو، معروف به تتلو، پس از 1 هفته بازداشت در ترکیه آزاد شد. شرکت موسیقی آونگ خبر آزادی او را منتشر کرده. پلیس ترکیه علت بازداشت این خواننده را نقض مقررات ویزا اعلام کرده بود. رئیس پلیس بین الملل نیروی انتظامی ایران اما گفته بود این بازداشت به درخواست تهران بوده. به گفته هادی شیرزاد، به درخواست مراجع قضایی و به دلیل ترغیب به استفاده از مواد مخدر و روانگردان، پلیس اینترپل برای این خواننده اعلان قرمز صادر کرده بود. چین اذعان کرده که عملکردش در مقابله با شیوع ویروس کرونا ناکافی بوده و باید اقدامهای بیشتری انجام دهد. به گفته مقامهای بهداشتی چین، با مرگ 64 نفر در 24 ساعت گذشته، شمار قربانیان ویروس کرونا به 425 نفر رسیده. شمار تایید شده مبتلایان به این ویروس هم حدود 20 هزار نفر است. امیر پیام گزارش می دهد. روز دوشنبه همزمان با ثبت رکورد بیشترین قربانی در یک روز و بیشترین آمار مبتلایان جدید، گزارش شد که نتایج تحقیق یک ویروس شناس چینی مشخص کرده که به احتمال زیاد خفاش‌ها سرمنشأ این نوع جدید ویروس کرونا بودند. بر همین اساس هم کمیته راهبری حزب کمونیست چین دستور تعطیلی بازارهای فروش حیوانات وحشی را صادر کرده است. در همین حال داستان یک نوجوان فلج مغزی که در فقدان حضور پدرش که به قرنطینه فرستاده شده بود از فرط گرسنگی جان داده، روز دوشنبه بر سنگینی آسمان غمگین چین افزود. و آزمایش ها بر روی واکسنی برای مسمومسازی در برابر ویروس HIV پس از 3 سال متوقف شد. نتایج اولیه نشان داد که دریافت کنندگان واکسن هم مانند گروه دیگری که واکسن دریافت نکرده بودند به HIV مبتلا شدند. این تحقیق بر روی بیش از 5000 نفر در آفریقای جنوبی انجام می شد. آفریقای جنوبی یکی از بالاترین نرخ‌های ابتلا به ایدز در جهان را دارد. سلام و صبح بخیر. به چشم‌انداز بامدادی سه‌شنبه 15 بهمن برابر با 4 فوریه خوش آمدید. برنامه را با خبری از ایران شروع می‌کنیم. انتشار فایلی صوتی در رسانه‌های اوکراین ابعاد تازه و تکان دهنده از ماجرای ساقط شدن هواپیمایی را روشن می‌کند که نزدیک به 1 ماه پیش سرنگون شد. یک روایت دست اول از لحظه‌های برخورد موشک سپاه پاسداران با هواپیمایی مسافربری اوکراین در آسمان تهران. در این فایل صدای مکالمه یک خلبان با مرکز کنترل ترافیک هوایی فرودگاه ضبط شده که در پرواز دیگر از همان حوالی می‌گذشت. رئیس جمهوری اوکراین میگوید این فایل شکلی دیگر به ماجرا میدهد. اما چه شکلی؟ بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. ابتدا گزارشی از شیدا هوشمندی. ساعت 6:12 صبح پرواز 752 از فرودگاه امام خمینی بلند میشود. دقایقی بعد
مکالمه خلبان هواپیمایی دیگر متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان با مرکز کنترل ترافیک هوایی. این مکالمه مربوط به زمانی است که موشک های پدافند هوایی سپاه پاسداران به طرف هواپیمای اوکراین شلیک شده. خلبان هواپیمای شرکت آسمان شاهد اصابت موشک به هواپیمای مسافر بری است. الان ما نورش رو میبینیم از اینجا. چیزی به ما گزارش نشده. ایران میگوید این فایل صوتی را در اختیار اوکراین قرار داده. به این فایل از یک شبکه تلویزیونی در اوکراین پخش شد. نور موشک دیگه. به سمت شرق یالن حرکت نمی‌کنم. ظاهراً فایل صوتی نشان می‌دهد که مرکز کنترل هوایی از لحظات اول حادثه می‌دانست که هواپیمای اوکراینی با موشک منهدم شده. پاسخ هواپیمای اوکراینی به این پیام‌های مستعصل اپراتور سکوت است. مهندس جان، انفجار بود. یه نور بسیار بزرگ اونجا ما دیدیم. به نظر میرسد این لحظه است که 176 سرنشین هواپیما دیگر راهی برای بازگشت به زندگی ندارند. در اوج بهت و غم میلیون ها ایرانی، نخستین واکنش مسئولان روایتی غیر واقعی از ماجرا بود. مهرس هستش و با اطمینان میتونیم بگیم که این هواپیما موشکی با اون اصابت نکرده. اینجا 3 روز بعد از واقعه و فشار بین المللی، اعلام واقعیت ماجرا از زبان یک فرمانده سپاه. انتشار فایل صوتی حالا باعث انتقاد ایران از اوکراین شده. ایران گفته دیگر شواهدی درباره سقوط این هواپیما به اوکراین نخواهد داد. گزارشی بوده از شیدا هوشمندی. فرزین ندیمی، پژوهشگر امور دفاعی در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه، از پایتخت آمریکا به برنامه ما پیوستند تا بیشتر در این مورد صحبت کنیم. آقای ندیمی، خیلی خوش آمدید به برنامه. اول می‌خواستم از شما در مورد محتوای این فایل صوتی بپرسم. آیا به نظر شما انتشار اون تونسته گرهی از ابهامات این پرونده رو باز کنه، نقطه مبهمی رو روشن‌تر بکنه؟ انتشار این فایل در درجه اول ثابت کننده، یعنی یک مهر ثابت کننده دیگری هست برای این واقعیتی که تا حالا مشخص شده که مقامات هواپیمایی کشور ایران از قبل خبر داشتن از این سانحه و اینکه چطور این سانحه اتفاق افتاده. مهمتر بگم جزئیات این اتفاق و خلبان هواپیمایی آسمان به اپروچ فرودگاه مهرآباد گزارش میده. شلیک موشک رو ظاهرا ایشون خیلی مطمئن بودن، از همون ابتدا اشاره به موشک میکنن و همینطور انفجار بسیار بزرگی رو درست در زمانی که اپروچ مهرآباد داره پرواز اوکراینی صدا میکنه و هیچ پاسخی از اون سمت نمیشنوه. یعنی در یک همچین شرایطی مسلما مقامات فرودگاه با مراجع نظامی و نماینده پدافند هوایی در فرودگاه تماس میگیرن و ازشون استعلام میگیرن و این اطلاعات رو منتقل میکنن به مقامات بالاتر. پس مشخص میشه پیش از هر چیزی که تمام مراجع هواپیمای کشور ایران برخلاف تکذیب هایی که در ساعتها و روزهای بعد کردن از جزئیات این اتفاق خبردار بودن. جزئیات دیگر هم این نوار مشخص میکنه از این نظر که
پروازی که برای نمونه این پرواز آسمان که فکر نمی‌کنم تنها پروازی بوده که در منطقه در حال حرکت بوده، به سمت منطقه خطر در حال پرواز بوده و خلبان هواپیما کاملا مشخصه که نگران هست از وضعیت و استعلام میکنه از اپروچ فرودگاه که آیا میتونه به مسیرش ادامه بده، چون میدونیم که مسیر فرود برای فرودگاه مهرآباد تقریبا از همون منطقه میگذره و اپروچ با وجود اینکه میدونه که یک اتفاق نامشخصی ولی به طور بالقوه خطرناک در منطقه داره میفته، همچنان به هواپیما اجازه پرواز به کاهش ارتفاع برای فرود در فرودگاه مهرآباد میده که به نظر من کار خطرناکی بوده. آقای ندیمی، مقام های ایران میگن این فایل صوتی محرمانه بوده و از منتشر شدن اون خیلی ناراضی هستن، گفتن که از ارسال مدارک بیشتر به اوکراین خودداری خواهند کرد. این واکنش مقام های ایران چقدر منطقی و قابل درک به نظر شما؟ ببینید، سازمان بررسی سانحه آمریکا، هیئت بررسی سوانح حمل و نقل آمریکا NTSB، قوانینی داره که اونا رو ملزم میکنه، خود NTSB رو، که هر گونه نوارهای مربوط به ضبط مکالمات هواپیمایی که سانحه دیده رو تا زمان انتشار گزارش نهایی بررسی سانحه یا 2 سال پس از تاریخ سانحه، حالا هر کدوم زودتر اتفاق بیفته، ممنوع میکنه. ولی دلیل این کار در درجه اول به خاطر مسائل حساس کشوری یا ارتباط به بررسی سانحه نیست، در درجه اول به خاطر موضوع پرایوسی و احترام به خانواده های افرادی هستند که در صداشون در روی این نوارها ضبط شده. برای همین NTSB معمولا متن صحبت های داخل کارپیت و ارتباط بین کابین خلبان و برج مراقبت و اپروچ رو به صورت ترانسکریپت منتشر میکنه خیلی زودتر از زمانی که گزارش بر نهایی منتشر میشه، ولی انتشار نوار سی وی آر رو تا زمان حداقل 2 سال بعد از بروز سانحه به تأخیر میندازه، که اون هم فقط به خاطر احترام به خانواده هایی هستن که جون عزیزانشون از دست رفته در این سانحه. خیلی کوتاه ازتون بپرسم چون فرصت کم داریم، فکر میکنید که این هشدار مقام های ایران در مورد عدم همکاری با اوکراین چقدر جدی و چه تأثیری میتونه روی روند تحقیقات بگذاره؟ ببینید، این نشون میده، به نظر من نشون میده که یک طرفی اینجا چندان مایل نیستش که نتیجه این سانحه و بررسی ها هرچه سریعتر انجام بشه. ما الان تأخیرها رو میبینیم که چقدر برای حتی باز کردن اطلاعات جبهه های سیاه این تأخیر غیر قابل قبول هست، ولی به نظر میرسه که یک طرف این سانحه که کشور ایران هست و افغان کشور ایران خیلی اصرار داره بر اینکه سنگ اندازی بکنه در روند بررسی سانحه، در حالی که خودش امکان باز کردن و دیکود کردن این جبهه سیاه نداره و طبق قوانین و اگر خودش این امکان نداشته باشه، ما ملزم هستش که به کشورهای زینفی که این امکان دارن جبهه سیاه متقاعد بکنه، ولی هنوز این کار رو نکرده و به نظر نمیرسه که در آینده نزدیک این تصمیمش عوض بشه. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر امور دفاعی در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه، که از پایتخت آمریکا واشنگتن با ما صحبت می‌کردند. اما شما شنوندگان هم اگر نظری دارید در این مورد، خوشحال میشیم که اون رو با ما در میان بگذارید. شناسه ما در تلگرام هست BBC شما. کسایی که ما رو تو فیسبوک هم دنبال می‌کنن، پای پخش زنده برنامه میتونن نظر بدهن. منتظر پیام‌های شما هستم. دیدگاه‌های شما در این برنامه در تلگرام به BBC شما، بامدادی @bbc.co.uk 2044-370-412-22-22. و حالا نگاهی بندازیم به روزنامه‌های امروز صبح چاپ تهران در گفتگو با فرشته قاضی.
بررسی روزنامه‌های تهران رو در بخش اول شروع می‌کنیم با بورل با خود تأسف آورد از جوان، از شعار بکاهید بر عمل بیفزایید از اعتماد و پرسش‌هایی که آقای بورل باید پاسخ دهد از ایران. خب سفر رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران انعکاس زیادی داشته در روزنامه‌هاش. شروع کنیم با روزنامه جوان که اینطور که از عنوانش پیداست نگاه چندان مثبتی به سفر جوزپ بورل به تهران نداره. روزنامه اصولگرا کلن دید مثبتی نسبت به در واقع این سفر ندارن. روزنامه فرهیختگان بورل رو توریست جدید اروپا خونده و معتقده که مسئول جدید هماهنگی سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفر به تهران نشون داده که دستای اروپا خالی تر از اونه که بتونه کاری انجام بده. روزنامه جوان هم نوشته که گرچه باب مذاکره و گفتگو از سوی ایران به طرف اروپایی بسته نبوده، اما آنچه باید مورد توجه مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار بگیره اینه که اگر واقعا تلاش میکنه برجام رو زنده نگه داره، باید تلاش خود رو معطوف به الزام طرفهای اروپایی به اجرای تعهدات برجامی کنه، تعهداتی که متأثر از ارادگی اروپا از یک سو و فشارهای آمریکا از سوی دیگه. بنوشته روزنامه جوان هیچگاه جنبه عملیاتی نگرفته و از اروپا یک واحد دنباله روی سیاستهای آمریکا نزد افکار عمومی ایران و جهان تصویر کرده. و روزنامه اعتماد معتقده که اروپایی ها باید کمتر شعار بدن و در عمل بیشتر کار انجام بدن. سارا معصومی در این روزنامه سفر بورل به ایران رو دارای پیام سیاسی خونده در مقطع زمانی فعلی و همزمان نوشته که انفعال سه کشور اروپایی در یک سال و نیم گذشته که عملا منجر به عدم بهره برداری اقتصادی ایران از وعده‌های داده شده در برجام شد، وزن این پیام سیاسی رو کاهش داده. بنوشته خانم معصومی وضعیت رو به وخامت توافق هسته‌ای عملا بر فضای رسانه‌ای پیرامون این سفر سایه انداخته، اما بورل در روزهایی به پایتخت ایران سفر کرده که دیگه پرونده هسته‌ای تنها موضوع مورد اختلاف میان ایران و اتحادیه اروپا نیست. اروپایی‌ها نه تنها در برابر باج‌خواهی آمریکا در برجام کوتاه اومدند، بلکه در سایر حوزه‌ها هم هدف گرفته شده توسط دولت ترامپ رو مد نظر قرار داده با واشنگتن همراه شدند. از تهدید تصمیم به فعالسازی مکانیزم حل و فصل اختلاف تا سکوتشون در قبال هدف قرار دادن قاسم سلیمانی که منجر به افزایش بی‌اعتمادی شده بین تهران و بروکسل. و در پایان روزنامه دولت که یک سری پرسش هایی رو مطرح کرده که این روزنامه میگه آقای بورل باید به اونها پاسخ بده. حمیدرضا آصفی سخنگوی پیشین وزارت خارجه ایران یادداشت روزنامه دولتی ایران رو نوشته حضور بورل در ایران رو مغتنم میدونه و معتقده که حتی اگه هیچ حرف و طرحی هم بورل نداشته باشه، اما میتونه از دیدگاه‌های روشن جمهوری اسلامی ایران آگاه بشه و فضای داخل رو فارغ از تبلیغات خارجی از نزدیک لمس بکنه. آقای آصفی نوشته که اتحادیه اروپا نشون داده فقط برجام رو بدون هزینه میخواد، یا به تعبیری هزینه‌اش رو از کیسه جمهوری اسلامی میخواد، و سوال‌های زیادی مطرحی که آقای بورل باید ابتدا به این سوالا پاسخ بده، بعد میشه در خصوص سایر مسائل به گفتگو نشست. سوالی که آقای آصفی مطرح کرده از جمله اینه که آقای اتحادیه اروپا اراده این رو داره که برای حفظ برجام مسئولیت‌های خودش عمل کنه، خلأ خروج آمریکا از توافق رو جبران بکنه و چه اقدامات جبرانی در مقابل کوتاهی‌های خود و شرایط سختی که از این رهگذر برای ایران به وجود اومده در دستور کار قرار میده. فرشته قاضی مطالب دیگری هم از روزنامه‌های امروز صبح چاپ تهران انتخاب کرده که در نیمه دوم برنامه اونها رو خواهیم شنید. فعلا اما توجهتون رو به چند خبر کوتاه از ایران جلب می‌کنم. رئیس کل بانک مرکزی ایران با اشاره به صدور مجوز از سوی آمریکا برای صادرات دارو به ایران گفته ارزش واردات دارو و ملزومات پزشکی که بانک مرکزی در 10 ماهه اول امسال ارزش آن را تأمین کرده بیش از 4 میلیارد دلار است. پیشتر سفیر سوئیس در تهران از ورود 180 هزار بسته دارویی پیوند اعضا به ایران به ارزش بیش از 2 میلیون یورو خبر داده بود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفر به ایران با حسن روحانی رئیس جمهوری دیدار کرده است. در دیدار حسن روحانی با جوزف بورل رئیس جمهوری ایران بار دیگر تاکید کرده که هر زمان طرفهای توافق هسته‌ای به اجرای کامل تعهدات خود بازگشتند، جمهوری اسلامی ایران هم تعهدات برجامی خود را به طور کامل اجرا خواهد کرد. خبرگزاری فرانسه میگوید 3 ایرانی در دانمارک به جاسوسی برای عربستان سعودی متهم شدند. بر اساس گزارش‌ها افراد بازداشت شده عضو یک گروه جدایی طلب با نام جنبش عربی آزادی بخش اهواز هستند.
غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران به دستگیری شماری از افراد رد بالای قوه قضاییه اشاره کرده و گفته فساد در اقتصاد ایران لانه کرده. اخیراً اکبر طبری یکی از معاونان صادق لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه ایران به اتهام فساد بازداشت شده است. و سرو صادقی بروجنی روزنامه‌نگار و پژوهشگر مسائل کارگری و اقتصاد سیاسی از محکومیت قضایی خود خبر داده. آقای صادقی بروجنی میگوید دادگاه انقلاب ریاست محمد مقیسه او را به اتهام اجماع و تبانی علیه نظام به 5 سال زندان محکوم کرده است. سازمان همکاری اسلامی طرح آمریکا برای حل مناقشه اسرائیل و فلسطینی‌ها را رد کرده. اتحادیه عرب هم پیشتر این طرح را که به معامله قرن معروف شده رد کرده بود. نشست دیروز سازمان همکاری اسلامی در جده در حالی برگزار شد که صندلی ایران خالی بود. ایران میگوید عربستان با کارشکنی در صدور ویزا موجب شد تا نمایندهش نتواند در این نشست شرکت کند. پیشتر در همین مورد گفتگویی داشتم با حبیب حسینی فرد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جهان عرب. نخست از او در مورد اهمیت رد شدن طرح صلح آمریکا از سوی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی پرسیدم. خب با توجه به موضع کجدار مریض کشورهای عربی خلیج فارس از جمله عربستان، خب می‌دونیم حتی کشوری مثل امارات و بحرین و عمان در جریان رونمایی از این طرح در واشنگتن اصلا شرکت داشتن و عربستان هم موضعی که گرفت رد نکرد این طرح به طور رأساً که موضع گرفت. اینی که حالا اینها هم اومدن امضاشون رو پای قطعنامه سازمان کشورهای اسلامی گذاشتن، قطعنامه‌ای که میگه که از همه کشورهای اسلامی فرا خونده شدند که هیچ همکاری در زمینه اجرای این طرح انجام نده. خب عملا عربستان، عملا میدونیم که در بحرین همین جوان گذشته، خرداد گذشته، بخش اقتصادی این طرح رو رونمایی کردن. اونجا صحبت از میلیاردها دلاری بود که باید کمک بشه به مناطق فلسطینی و از جمله روی امکانات کشورهای عربی هم مثلا سرمایه گذاری شده بود، حساب شده بود و کشور عربی هم مثلا من رد نکرده. از این جهتش یعنی هم این که قبلا در این بخش اقتصادیش قول مساعد تقریبا داده بودن کشورهای عربی خلیج فارس و در این حال خودشون هم رأساً رد نکرده بودن این طرح، اینی که امروز یه مقدار موضع قاطع‌تر این سازمان کشورهای اسلامی رو میان و همراهی میکنند، خب قابل اعتناست. اینی که حالا در عمل واقعا وفادار بمونن به این امضاشون و نه بر نگردن به اون موضع کجدار و مریض، اون خب یک سوال بزرگ است. حالا آیا از بیانیه‌ای که در پایان این نشست صادر شد میشه گفت که ایران به نوعی به خواستش رسیده با وجود اینکه حضور نداشته در اجلاس؟ نه لزوما. در نظر بگیریم که خب ایران استدلالش اینه که ما به این خاطر دعوت نشدیم که اونجا میخواستیم به طور قاطع این طرح رو رد بکنیم، میخواستیم که کل این اجلاس به حمایت از مقاومت اقدام بکنه تو قطعنامه و این صحبتاش، ولی اینه که این قطعنامه لزومن با مواضع عربستان یکی نشد و تا حدودی حتی میدونیم وزیر خارجه عربستان هم صحبتهایی که کرد علارغم که در این سخنرانی هم باز رد نکرد به طور قاطع و به طور رسمی اون طرح آقای ترامپ رو، ولی اشاره داد به اینکه عربستان سعودی در تاریخ خودش کجا وایساده بوده نسبت مسئله فلسطین، اشاره کرد به اون طرح صلح در برابر زمین عربستان سعودی که سال 2002 ملک عبدالله روی میز گذاشت و همه اینا رو به یاد آورد که عربستان همچنان هم میخواد وفادار بمونه با ایجاد یک کشور فلسطینی با پایتختی بیت المقدس شرقی و مسائلی از این دست، ولی اونطور که گفته شد اشاره‌ای به طرح احترام نکرد که اینو رد بکنه و موضع خیلی منفی راجبش بگیره. یعنی به نظر میاد که طرح این چیزی که عنوان شده در این قطعنامه هم این حرفای ایران و این تبلیغاتی که ایران میکرد رو تا حدودی خونسا میکنه و هم در این حال راه رو باز میذاره که لزوما عربستان اون روابطی که با اسرائیل داره، موضعی که در مورد آمریکا داره، نرمشه که در برابر اینها رو دنبال بکنه. در ضمن بگیم که عربستان ایستاده در برابر یک مثلثی که یک زدش
فلسطین یک ذلش اسرائیل، یک ذلش هم ایرانه و خب مجبور راجع به مسئله ایران با اسرائیل خورده هماهنگی بکنه. راجع به مسئله فلسطین با توجه به اینکه تاریخ مسئله افکار عمومی کشورهای عربی مجبور احتیاط بکنه زیاد به طرف اسرائیل نره و توجه به همه این مسائله که ما می‌بینیم عربستان یکی به در یکی به میخ داره میاد جلو و در این کنفرانس هم خودش نشون داد. با حبیب حسینی فرد گفتگو می کردم، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن بن آلمان. ترکیه می گوید عملیات بزرگی را علیه نیروهای دولتی سوریه در استان ادلب آن کشور به اجرا درآورده که در نتیجه آن ده‌ها سرباز سوری کشته شدند، اما منابع دیگر این آمار را مورد تردید قرار دادند. به گفته وزیر دفاع ترکیه، ارتش آن کشور بیش از 50 هدف را هدف حمله قرار داده و 76 سرباز سوری هم کشته شدند. اما منابعی که درگیری‌ها در سوریه را رصد می‌کنند، آمار کشته‌ها در حمله ترکیه را 13 نفر اعلام کردند. آنکارا می‌گوید حمله آن کشور یک اقدام مشروع دفاعی بوده که در واکنش به کشته شدن 6 نفر از نیروهای ترکیه در بمباران ارتش سوریه صورت گرفته است. روسیه که از حکومت سوریه حمایت می‌کند گفته دلیل بمباران صورت گرفته توسط نیروهای سوری این بوده که ترکیه در مورد تازه‌ترین عملیاتش در ادلب هشدار و اطلاع قبلی نداده است. پیشتر در همین زمینه گفتگویی داشتم با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام هلند. او در مورد ریشه درگیری‌های اخیر بین دولت سوریه و ترکیه بیشتر به من توضیح داد. ریشه درگیری‌های اخیر ترکیه و دولت سوریه و همینطور روسیه به موقعیت بسیار مهم استان ادلب برمیگرده. میدونیم که استان ادلب در شمال غرب سوریه واقع استش و همیشه این نگرانی برای دولت ترکیه وجود داشته که اگر کردها روزی بتونن در حقیقت نواری در جنوب مرزهای ترکیه تشکیل بدن، باید از استان ادلب بگذرن تا به دریای مدیترانه برسن. بنابراین برای ترکیه استان ادلب بسیار مهم بود و همیشه از گروه‌هایی که معترض بودند به تمامیت ارضی در حقیقت سوریه و نمی‌خواستند در حقیقت حکومت اسد رو به رسمیت بشناسند حمایت می‌کرده، از جمله گروه تحریر شام. بنابراین وضعیت اینطور بود که دولت ترکیه با دولت روسیه و ایران توافقی رو بر امضا کردند در سال 2018 که اجازه داد به ترکیه که 12 پست آتشبس، نظارت بر آتشبس در استان ادلب و بخشی از حلب برقرار کنه. حالا به زعم ترکیه در روزهای اخیر، در هفته‌های اخیر باید اشاره کنم، یگان‌های ارتش سوریه با حمایت نیروی هوایی روسیه پیشروی کردند در خاک ادلب و مناطق بسیار استراتژیک نزدیک به شهر ادلب رو گرفتن و این برای ترکیه بسیار نگران کننده است. استان ادلب در حقیقت حلب رو به دمشق متصل میکنه و هر کسی که دستش بر ادلب بیاد در حقیقت تونسته بخشای شمال غربی سوریه رو در اختیار خودش داشته باشه. از سوی دیگه همینجا اشاره کنم که دولت روسیه هم گفته ما با شما توافقی کرده بودیم که اجازه نداشتید بدون نظر ما یگانهای نظامی خودتون رو از 15 کیلومتری مرزهای خودتون به پایین بکشید، این کار رو کردید و به همین دلیل هم ارتش سوریه به خودش اجازه داده که آتش بر روی سپاهیان شما بکشاید و به روایتی که آخرین خبرها رو داشتیم 8 تن از نظامیان و غیر نظامیان وابسته به ارتش ترکیه در حقیقت جان خودشون رو از دست دادند. آقای عطابکی، ترکیه و روسیه اگرچه در سالهای اخیر روابطشون خیلی نزدیک شده، اما منافعشون هم در سوریه همینطور که شما اشاره کردید و همینطور در لیبی رو در روی هم قرار گرفته. این چطور میتونه حل و فصل بشه این مسئله؟ خب همونطور که اشاره کردید در 2 سال گذشته رابطه ترکیه با دولت روسیه تنگاتنگ شد. قرارداد خرید موشک‌های S-400 بود، همکاری ترکیه با روسیه برای پایگاه برای در حقیقت ایستگاه‌های انرژی
هسته‌ای و کمک دولت روسیه به ترکیه در این باب. و این در حقیقت به نوعی ما شاهد بودیم که دولت ترکیه از ناتو در حقیقت دور داره میشه و با یک پیمانهای پیچیده‌ای داره به روسیه نزدیک میشه. اما خب اینا اختلاف نظری هم دارن. یک پهنه اختلاف نظر همین سوریه است که به نقد شاهدش هستیم که دولت روسیه از حکومت مرکزی سوریه یعنی حکومت بشار اسد حمایت میکنه و دولت ترکیه میخواد در حقیقت نقشی داشته باشه در شمال سوریه و این تن نمیده به اون در حقیقت این استقرار تمام کمال نیروهای ارتش سوریه در این منطقه. از طرف دیگه ما میدونیم که در لیبی هم ما با یک اختلاف نظر جدی روبرو هستیم. دولت روسیه از حکومت جنرال هفتر خلیفه هفتر حمایت میکنه که تقریبا دو سوم لیبی رو در اختیار دارن. از طرف دولت ترکیه به خاطر اون منافع بسیار عظیم انرژی رو که در اینجا برای خود میکنه از حکومت ترابلوس و از آقای فایسراج داره حمایت میکنه. بنابراین میبینیم که یه همچون تقابلی وجود داره. حالا اگر بتونن این دو کشور ترکیه و روسیه به نوعی به دبستونی برسن که نوعی سوریه و لیبی رو زمین به عنوان یک وجه مصالحه‌ای بین خودشون قرار بدن که این دولت آنجا کوتاه بیاد آن دولت اینجا کوتاه بیاد، شاید بتونیم به شاهد توافقی بین دو کشور باشیم که در حقیقت آب کمی رفته رو به جوی بازگردون. با تورج عطابکی گفتگو می‌کردم، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام هلند. اما حالا فرصتی هست تا نگاهی به سرخط اخبار مهم روز بیاندازیم. حدود یک ماه بعد از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین، یک رسانه این کشور بخشی از مکالمه مرکز کنترل ترافیک هوایی فرودگاه در تهران را با خلبان یک پرواز همزمان در آسمان تهران منتشر کرده که در آن خلبان از مشاهده حرکت شیء نورانی شبیه موشک و انفجار بزرگی میگوید. رئیس جمهوری اوکراین گفته این مکالمه نشان میدهد ایران از همان ابتدا میدانست که هواپیما با شلیک موشک سرنگون شده. امیر حسین مقصودلو معروف به تتلو بعد از یک هفته بازداشت در ترکیه آزاد شد. شرکت موسیقی آونگ خبر آزادی او را منتشر کرده. پلیس ترکیه علت بازداشت این خواننده را نقض مقررات ویزا اعلام کرده بود. و چین اعلام کرده که عملکردش در مقابله با شیوع ویروس کرونا ناکافی بوده و باید اقدامات بیشتری انجام دهد. به گفته مقام‌های بهداشتی چینی با مرگ 64 نفر در 24 ساعت گذشته شمار قربانیان ویروس کرونا به 425 نفر رسیده. خب به میانه برنامه رسیدیم. ممنون که ما رو تا اینجا همراهی کردی. در ادامه گزارشی داریم از آمریکا در مورد پرونده یک عضو سابق CIA، سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، که متهم یکی از بزرگترین موارد درز اطلاعات در تاریخ این سازمان است. موضوع دیگری که خواهیم شنید تلاش ناموفق دانشمندان برای آزمایش واکسنی برای مقابله با ویروس HIV است که تا پیش از این امیدواری‌های زیادی در مورد آن وجود داشت. و البته برنامه هفتگی مرور کتاب را هم خواهیم شنید. با ما باشید در چشم‌انداز بامدادی بی بی سی. از امروز دادستان‌های فدرال در منهتن نیویورک برای اقامه دعوا علیه یکی از اعضای سابق سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA آماده می‌شوند که متهم به دست داشتن در یکی از بزرگترین موارد درز اطلاعات در تاریخ این سازمان است. او یک مهندس سابق CIA است که متهم به سرقت و نشر اطلاعات مربوط به عملیات جاسوسی سایبری خود CIA است. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهرنوش پورزیایی، خبرنگار ما در واشنگتن. محاکمه جاشوا شولت، مهندس سابق CIA، سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، در حالی آغاز می شود که او 11 فقره اتهامی خود را از جمله انتقال غیرقانونی اطلاعات مربوط به دفاع ملی رد کرده است. پرونده او به حدود 2 سال پیش یعنی سال 2017 باز می گردد. زمانی که ویکی‌لیکس بیش از 8000 صفحه اطلاعات سری را در مجموعه به نام مخزن شماره 7 منتشر کرد. این مجموعه از اسناد فنی و تخصصی تشکیل شده که از جزئیات جنگ سایبری سیاه پرده برمی داشت. راهنماهایی برای اینکه تلویزیون‌های هوشمند در خانه‌ها
به ابزار جاسوسی تبدیل شوند یا اینکه ابزارهای الکترونیکی دیگر مثل تلفن همراه یا سیستم‌های عامل و حتی اپلیکیشن‌های ارتباطی کاربران هک شوند. آقای شولت که 31 سال دارد در بخشی از CIA کار می‌کرده که به طراحی و مهندسی عملیات سایبری و هک اختصاص دارد. وکلای مدافع او میگویند برخی اتهامات اعلام شده علیه آقای شولت بر اساس قانون منع جاسوسی در آمریکا صادر شده، در حالی که به گفته آنها این قانون مربوط به انتقال اطلاعات به دولت‌های خارجی است و قابلیت انطباق با انتقال اسناد به سازمانی مثل ویکی‌لیکس را ندارد. اما قاضی دادگاه این استدلال را قبول نکرده است. ویلیام سوینی، یکی از مقامات ارشد پلیس فدرال در نیویورک، گفته است آقای شولت به کشورش خیانت کرده، چرا که او به عنوان کارمند سیا برای دفاع از کشورش سوگند خورده بوده، اما با انتقال این اطلاعات محرمانه کشورش را به خطر انداخته است. به گفته دادستان‌ها آقای شولت اطلاعات محرمانه را در سال 2016 سرقت کرده و بعدها در اختیار ویکی‌لیکس گذاشته. در سال 2017، کمی بعد از انتشار اطلاعات توسط ویکی‌لیکس، پلیس فدرال به خانه آقای شولت یورش برد و چند کامپیوتر او را ضبط کرد. یکی از اتهامات ابتدایی آقای شولت مالکیت بیش از 10,000 تصویر برهنه کودکان یا پورنوگرافیک بود. اما این اتهامات بعدها از پرونده امنیتی او حذف شد و گفته شد در دادگاهی جداگانه به آن رسیدگی می شود. مهرنوش پورزیایی از واشنگتن گزارش میداد. اما خبری از دنیای پزشکی. در پی نتایجی مایوس کننده در آزمایش واکسنی که بسیاری امید داشتند راه حلی برای مسئولسازی انسان در برابر ویروس HIV باشد، دانشمندان قول دادند که به تلاش خود برای مقابله با ویروس عامل بیماری ایدز شدت ببخشند. نتایج اولیه ی آزمایش این واکسن نشان داد که دریافت کنندگان آن همانند گروه دیگری که واکسن دریافت نکرده بودند به HIV آلوده شدند. آزمایش این واکسن که 5,000 داوطلب در آن شرکت داشتند، بعد از مشخص شدن بی‌نتیجه بودن آن متوقف شده. امیر پیام گزارش می‌دهد. این واکسن مورد آزمایش مانند واکسن‌های کلاسیک حاوی نسخه ضعیف شده ویروس HIV نبود و به این لحاظ تهدیدی برای شرکت کنندگان در این تحقیق ایجاد نکرد. واکسن در حقیقت نسخه جدیدی از نخستین واکسن معرفی شده برای پیشگیری از ابتلا به ویروس HIV بود که تا حدودی دریافت کننده را در برابر این ویروس محافظت می‌کرد و در یک تحقیق بالینی در تایلند تحت عنوان RV144 مورد آزمایش قرار گرفت. ویروس HIV انواع مختلفی دارد و یکی از علل ناکامی در ساخت واکسن مؤثر برای مقابله با آن هم همین گوناگونی و قابلیت تغییر شکل دادن است. با این حال این واکسن جدید نسخه ای بود که برای یکی از زیر مجموعه های این ویروس که در آفریقای جنوبی بسیار شایع است تهیه شده بود. آفریقای جنوبی یکی از بالاترین نرخ های ابتلا به HIV را دارد. این تحقیق بالینی به این شکل انجام شد که داوطلبان به دو دسته تقسیم می شدند. گروهی که واکسن واقعی دریافت می کردند و گروه گواه که تنها گمان می کردند واکسن دریافت کردند، اما در حقیقت محلولی بی اثر به آنها تزریق شده بود. نتایج اولیه نشان داد 129 مورد HIV مثبت در میان دریافت کنندگان واکسن روی داده بود و 123 مورد HIV مثبت هم در میان دریافت کنندگان واکسن بی اثر یا همان پلاسیبو روی داده بود. بدین ترتیب نتایج اولیه این تحقیق نشان داد که تزریق واکسن جدید تأثیری در پیشگیری از ابتلا به ویروس HIV نداشته است. با وجود این هنوز واکسن‌های دیگری در نقاط مختلف جهان در حال آزمایشند و به همین دلیل محققان می‌گویند هرگز نباید ناامید شد. هم‌اکنون در برخی نقاط جهان درمان دارویی تحت عنوان روش پروفیلاکسی یا پیشگیری دارویی وجود دارد که مؤثر شناخته شده است، اما مشکل آن این است که باید به طور مادام العمر تجویز شود و مانند واکسن‌های کلاسیک به یک بار یا چند بار تزریق آن نمیتوان بسنده کرد. در کشورهایی که چنین درمان دارویی وجود ندارد، بهترین روش پیشگیری استفاده از کاندوم به هنگام رابطه جنسی و پرهیز از روابط جنسی ناایمن است. امیر پیام گزارش میداد. یکی از پیام هایی که به دستمون رسیده رو براتون بخونم. سجاد نوشته اصولگرایان و روزنامه های همسو با آنان توقع دارند که ایران خصمانه ترین مواضع رو در قبال آمریکا و اسرائیل و بریتانیا استمرار دهد و در این حال مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مشوق های مالی را برای ایران هدیه آورد. یک با مداهوا تا کی؟ پیام سجاد بود در تلگرام. با شنیدن این پیام یک بار دیگر برگردیم به سراغ روزنامه‌های امروز صبح چاپ تهران همراه با فرشته قاضی.
بررسی روزنامه‌های تهران رو در بخش دوم ادامه میدیم با فاز دوم یک دروغ از جهان صنعت و سختی‌های یک تصمیم بدیهی از آفتاب یزد. خب شروع کنیم با جهان صنعت که مطلبی که ازش انتخاب کردید مربوط است به نوار مکالمه برج مراقبت که در رابطه با ساقط شدن هواپیمای اوکراینی خبرساز شده. روزنامه جهان صنعت عنوان کرده که به دلیل محرمانه عنوان شدن این مکالمات نمیتونه جزئیاتش رو منتشر بکنه و به نوعی غیر قانونی خونده انتشار این مکالمات رو. اما نوشته آنچه پس از شنیدن مکالمات خلبان با برج مراقبت در اصفهان شکل گرفته، احتمال اطلاع سازمان هواپیمایی کشوری از علت وقوع حادثه در ساعت‌های اولیه حادثه است که باید مورد بررسی قرار بگیره. جهان صنعت همزمان خبر داده از یک هواپیمای قطری که همزمان با هشدار خلبان هواپیمایی آسمان در نزدیکی محل حادثه در حال عبور بوده و نوشته که اظهاراتی مشابه رو هم با برج مراقبت تبادل کرده که کمیسیون عمران مجلس گزارشش رو داره و داره پیگیری میکنه. و انتقادها به عدم توقف پروازهای بین ایران و چین به دلیل شیوع ویروس کرونا همچنان ادامه داره. آفتاب یزد در این مورد چه نوشته؟ علیرضا کریمی در سرمقاله این روزنامه نوشته که گویا عده‌ای حاضر نیستن به خاطر سلامت مردم قدری از منفعت اقتصادی خود بکاهند و به قول معروف بیزینس اونها لنگ همین ارتباط هوایی هست و اگر این ارتباط هوایی ولو به مدت کوتاه قطع بشه اونها متضرر میشن. به همین دلیل هم با فشار بر مسئولین تصمیم گیر خواهان این هستن که ایران و چین ارتباط هوایی خود رو قطع نکنه و از همین رو تحت همین فشار تنها گفته شده که افرادی که از کشور چین وارد میشن به دقت چک بشن. سرمقاله نویس روزنامه آفتاب یزد ادامه داده جامعه‌ای مثل جامعه ایران که طی ماه‌های گذشته ایام خوبی رو سپری نکرده و تحت فشار و استرس‌های مختلف بوده، حداقل در این یک مولد مسئولین میتونن با اقدامات پیشگیرانه به مردم این اطمینان رو بدن که اوضاع تحت کنترل هست و شکافی که ایجاد شده رو سعی بکنن ترمیم بکنن. فرشته قاضی روزنامه‌های امروز صبح چاپ تهران رو ورق می‌زد. اما یک خبر بین المللی دیگر، برگردیم به موضوع بین المللی در آمریکا. اعضای حزب دموکرات در ایالت آیووا در گرد همایی های حزبی شرکت کردند تا نامزدی از این حزب را که در نهایت در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آمریکا به رقابت دونالد ترامپ می رود انتخاب کنند. بهمن کلباسی خبرنگار ما از یکی از همین تجمع‌های حزبی برگشته و الان از شهر دیوین آیووا به برنامه پیوسته. بهمن سلام. چندین ساعت پس از شروع رأی‌گیری ظاهراً حتی نتایج اولیه هم هنوز مشخص نشده، چرا روند رأی‌گیری در این ایالت اینقدر طولانی و پیچیده است؟ به خاطر اینکه روش سنتی به کار میره در ایالت آیووا که تقریباً هیچ ایالت دیگه ای نداره با یکی دو تا استثناء، و اونم این است که این در این تجمعات حزبی که بعضیش در مدارس هست، بعضیش در کتابخانه ها هست، بعضیش حتی در منازل افراد هست، رای دهندگان اعضای حزب جمع میشن و به صورت خیلی ابتدایی دستشون رو بالا میبرن یا اینکه در یه گوشه سالن میستن و از کاندیدای خاصی حمایت میکنن، و بعد اگر که تعدادی کسانی که از یک کاندیدا حمایت کردن نسبت به جمعیتی که در اون سالن هستن کمتر از 15% باشه، اونها رأیشون شمرده نمیشه و برن به سمت گزینه دوم. یعنی اگر فرض کنیم 4 تا کاندیدا وجود دارن و در این 4 تا کاندیدا یکی از اون 4 کاندیدا طرفدارانشون کمتر از 10% رأی داشته باشن، اون 10% باید پخش بشن بین 3 تا کاندیدای دیگه. یعنی چه 3-4 ساعت طول میکشه این پروسه. ما اونجا بودیم بین 5-6 تا کاندیدا، بعد همدیگه رو ساشن طرفدارا سعی میکنن همدیگه رو قانع کنن، اونایی که کمتر از 15% بودن پخش بشن به دیگران. این پروسه قانع کردن و صحبت کردن و بعد شمارش دوباره بعد از اینکه اون 15% پخش شدن، همه اینها یک وقت هم اول اینکه خیلی وقت میبره و دومی که در نهایت جمع زدنش و حساب کردنش بیشتر از اون چیزی که انتظار میرفت طول کشیده. البته هنوزم مقام های استانی ایالتی حزب دموکرات میگن دارن فقط مطمئن میشن که همه چی درست انجام شده. بعضی جاها همچنان اون قانع کردن ها و یارکشی ها ادامه داره. دست کم اونجایی که ما بودیم پایان یافت و برای همین نمیشه در مورد نتایج هنوز صحبت کرد. شاید تا پاسی از شب و تا بامداد طول بکشه تا اینکه معلوم بشه نهایتا کدوم کاندیدا از میان این 7-8 تایی که الان
در صحنه هستند رأی بیشتری آورده در این ایالت. بهمن، حالا بعد از اینکه بالاخره این نتایج روشن بشه و برنده ها معلوم بشن، این مرحله بعدی انتخاب نامزد نهایی حزب چه شکلیه؟ خب اینجا یکی از 50 ایالت آمریکاست، در نتیجه باید صبر کرد تا 49 ایالت دیگه رأی بدن و هر کدومشون هم تاریخ‌های مختلفی دارن، در طول 3-4 ماه رأی میدن، بعضی از ایالت‌ها در یک روز با هم رأی میدن. اینجا اهمیتش زیاده به خاطر اینکه اولین ایالت هست که رأی میدن و اونهایی که اینجا مقام اول، دوم و حتی سوم رو میارن یه جوری تبدیل میشن به رقبای اصلی، بقیه از این فیلتر دیگه رد نشدن. اگر نتونستی یک کاندیدا نتونستی در ایالتی مثل آیووا که ایالت کوچکی هم هست مثلا 10% 15% آرا رو بخوش جلب بکنه، دیگه امیدی بهش نیست جاهای دیگه هم بتونه موفق بشه. با همین دید هست که ایالت آیووا خیلی اهمیت داره، ولی روند قدم‌های بعدی این است که مثلا هفته آینده در ایالتی در شمال شرق آمریکا رأی گیری میشه به نام نیو همشایر، بعد دوباره به غرب آمریکا میرن در ایالت نوادا، بعد میان به ایالت کارولینای جنوبی. این است که این کاندیداهایی که اینجا برنده میشن هم توجه رسانه‌ای بهشون میشه، هم پول بیشتری طرفدارانشون بهشون میدن و همه اینها تبدیل میشن، کمک میکنه اون که اونها تبدیل بشن به 3-4 تای اصلی که در ماهای آینده با هم رقابت کنن، تا اینکه در نهایت اون کسی که بیشتر از همه رأی آورده تبدیل بشه به نامزد حزب که اون وقت در آبان ماه به مصاف آقای ترامپ خواهد رفت برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2020. ممنون از بهمن کلباسی، همکارم که از شهر دیوبیک در ایالت آیووا با ما صحبت میکرد. سری بزنیم به دنیای ورزش. اخبار ورزشی امروز رو پوریا ژافره تهیه کرده. اخبار ورزشی ما متمرکز هستش روی فوتبال ایران. از ماجرای مربی تیم ملی شروع میکنیم که به نظر میرسید، یعنی خود من فکر میکردم که فدراسیون الان دلیلی نداره که بیاد اعلام بکنه چه کسی از مربی تیم ملی، از یه جهت خودشون رو تو دردسر مینداختن و هم فشار رو خودشون بیشتر میکردن و هم شخصی که قرار بود که مربی تیم ملی بشه که تا این لحظه به نظر میاد امیر قلعه‌نویی با شانس بسیار زیاد ممکنه که این فرد باشه. با توجه به اتفاقایی که تو این چند روز گذشته فعلا اینجوری به نظر میاد که دایی شانس کمتری داره. از طرف دیگه یک بحث سوم مطرح شده بود با توجه به اینکه سپاهان ناراضی بود، اینکه وحید هاشمیان که زمان مارک ویلموتس هم مربی تیم ملی بود برای این دو مسابقه پیش رو جلوی تیم‌های کامبوج و هنگ کنگ مربی باشه و بعد تیم رو بسپارند در پایان لیگ به امیر قلعه‌نویی، که اون هم از یه جهتی برای وحید هاشمیان شاید خیلی ماجرا رو سخت می‌کرد قبولش رو. ولی بعد دیروز خبر اومد که کار تموم شده، امروز قراره که فدراسیون اعلام بکنه. ولی بعد اتفاقی که دیشب دیر وقت حتی بعد از نیمه شب ایران افتاد این بودش که باشگاه فولاد مبارکه سپاهان روی فضای مجازی اطلاعیه ای رو منتشر کرد که اونجا گفته که در جهت این که میخوان این تیم موفق بشه در آسیا و همینطور در لیگ ایران و در راستای خواسته های هواداران تیم سپاهان اصفهان مخالف این هستن که در این مقطع امیر قلعه‌نویی به تیم ملی بره. شاید حالا امروز ببینیم که بحث منافع ملی مطرح بشه و بتونن که سپاهانی ها رو راضی بکنن که این اتفاق هرچه سریعتر صورت بگیره. از طرف دیگه یه خبر دیگه که میاد مثل تیکه‌های یک پازل میتونیم بذاریم کنار همدیگه و اینکه اسکوچیش با وجود نتایج خوبی که با صنعت نفت آبادان گرفته میخواد که از این تیم جدا بشه. خیلی ها اینا رو که با همدیگه بررسی میکنن تصورشون این هست که اسکوچیش به سپاهان خواهد اومد که یک مربی در سطح بالا داشته باشه سپاهان و از طرف دیگه امیر قلعه‌نویی به تیم ملی بره که هرچی زودتر این اتفاق بیفته. خب از فوتبال ملی بریم سراغ فوتبال باشگاهی. چه خبر؟ از فردا هفته 19 اون شروع میشه با یک بازی مهم بین فولاد خوزستان و شهر خودرو مشهد و البته همه دارن لحظه شماری میکنن برای پنجشنبه داربی تهران. یک بار دیگه استقلال پرسپولیس با هم دیگه روبرو میشن و آخرین خبر اینجوری که روزنامه های امروز ایران تیتر زدن این هست که شیخ دیاباته مهاجم اهل مالی و آماده و رو فرم استقلال برخلاف پیشبینی‌های اولیه به این مسابقه نخواهد رسید. مهاجمی که خیلی خوب گل زده بود و کار کرده بود برای استقلال، البته
به جای دیاباته استقلالیات خوب عمل کرده بودن که تونستن ارسلان متحری هم بگیرن که اونم خیلی خوب کار کرده برای تیم. احتمالاً با توجه به مصونیت دیاباته ارسلان متحری در کنار مهدی قائدی در خط حمله استقلال جلوی پرسپولیس روز پنجشنبه بازی خواهند کرد. علیرضا در تلگرام در مورد انتشار این فایل صوتی مربوط به ساقط شدن هواپیمای اوکراینی نوشته که جمهوری اسلامی اساساً از ارائه واقعیت به مردم ناراضی و عصبانی است و بدین لحاظ که به مردم حقیقت گفته شده، دولت کانادا را تنبیه و حالا اینطوری است که اصلاً جعبه سیاه بدون جعبه بی جعبه سیاه. این پیام علیرضا بود و یکی از شنوندگان با شناسه یو در تلگرام نوشته که سپاه هرچند با تأخیر اما به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی با موشک اعتراف کرده، ولی در خصوص اینکه چه کسی هشدار پرواز کروزها را صادر کرده و به سامانه پدافند تور در تهران ابلاغ کرده چیزی نمیگوید. احتمالاً همه این داستان ساختگی و برای معقول جلوه دادن حمله به هواپیماست. این نظر یو در تلگرام بود. در اینجا میرسه نوبت به برنامه هفتگی مرور کتاب از مسعود بهنود که پایان بخش این ساعت از چشم‌انداز بامدادی است. مجتبای پورمحسن یه دو سه ماهی بعد از انقلاب 57 به دنیا اومده. این رو گفتم بابت این که بدونید که وقتی کسی در اون سالها در رشت به دنیا میاد، عجیب نیستش که تمام ذهنیتش حول مسائل سیاسی است. پورمحسن اول روزنامه نگار شد، شاعر شد، مترجم شد، منقد ادبی شد. کتابای بامزه‌ای درست کرد. ما و غرب یه مجموعه مصاحبه‌ای بود که کرد با روشنفکرای زمانه، صادق زیباکلام، محمد قائد، فریبرز احسانات اونجا که یادمه و خیلی بیش از اینها، تا اینکه بالاخره رمانو نوشت بهار 63. رمان وقتی که نوشته شد انتخاب شد توسط نویسندگان و منتقدان مطبوعات ایران به عنوان کتاب برگزیده یه سال و این همینطور تجدید شد. جز اینکه همون خرداد 88 هم آقای پورمحسن رو از همون رشت گرفتن بردنش به زندان لاکان و بنابراین دیگه حالا تبدیل شد به معترضی. اما در این فاصله کتاب او، یعنی بهار 63، از میان کتاب‌های او فراوان خواننده پیدا کرد، چنان که هنوز هم تجدید چاپ می شود و امیدوارم به این زودی زود جلوی تجدید چاپش گرفته نشه. بخشی از رمان رو با صدای مشتبه پورمحسن بشنوید. ما مشکلی نداشتیم، با تفاهم داشتیم جدا می شدیم. تفاهم یعنی چه؟ با تفاهم جدا شدن این یعنی پذیرش شکست بدون خونریزی. در آستانه جدا شدن با تفاهم بودیم، تفاهم بر سر این که تفاهمی با هم نداریم. نداشتیم؟ در دفتر طلاق شماره 1971 در یک چیز لااقل تفاهم داشتیم، این که با لبخندهای ما نقش خودمان را بازی کنیم، نقشی که داوطلبان انتخابش کرده بودیم و مثل یک لباس از کمد درش آورده بودیم و تنمان کرده بودیم. مدارک بالاخره کامل شده بود، شاهدها آمده بودند امضا کنند. آنها شاهد نبودند، ما شاهد بودیم، شاهد تفاهمی مضحک سر امضای سندی که بی‌شباهت به عهدنامه ترکمنچای نبود. تفاوتش این بود که از نظر هر کداممان روسیه‌ای در کار نبود. من و تهمینه هر دو فکر می‌کردیم در عهدنامه ترکمنچای ایران هستیم، کشوری که خاکش را دارد واگذار می‌کند. فقط نمی‌دانستیم چرا خاک واگذار شده به کسی تعلق نداشت. منشی سردفتر مثل آب خوردن امضا می‌گرفت. داشتیم نزدیک می‌شدیم به لحظه‌ای که در 3 ماه گذشته بارها دوره‌اش کرده بودیم با کمترین استرس. سردفتر خودش را زد به خریت، رو کرد به ما و گفت شما اینجا اومدید چیکار؟ خندیدیم، یعنی خجالت میکشیم از انجام این کار، از جدا شدن با تفاهم به خاطر نداشتن تفاهم. دانه های تسبیح هنوز تمام نشده بود که حاج آقا پور رحمت تمام تسبیح را گرفت توی چنگش و گفت جدی گفتم مگه خنده داره آقا اینا برای چی اومدن؟ منشی جواب داد اومدن طلاق بگیرن. تجاهل حاجی تمامی نداشت. چی طلاق؟ شما اومدید طلاق بگیرید؟ غلط کردید، برید پی کارتون. تهمینه خندید، من هم. هیچ کدام ما نخندیدیم، ادایش را درآوردیم. حاجی دست بردار نبود،
حتما شما عشق و عاشقی هم داشتید. این را که گفت واقعا خندیدم. تقصیر خودم نبود. عشق و عاشقی مرا یاد فیلم‌های هندی انداخت با صدای نازک سری دیوی یا مدهوری یا چه فرقی می‌کند؟ همه‌شان مثل هم می‌خوانند. تو گفتی من عاشقتم، تو هم گفتی منم همینطور. آره، منتظر جواب ما نمان. حکم را صادر کرده بود قبلا. آقا گفت هوا می‌خوریم و کف می‌رینیم و خانومم گفت زیر چادر زندگی می‌کنیم. بعد هم عالم و آدم رو آسی کردید که نه نمیشه، ما نمیتونیم بدون هم زندگی کنیم. خب پس چی شد؟ حالا بمیرید واسه هم دیگه. طلاق، برید پی کارتون. منشی حاج آقا کارش رو خوب انجام داد. حاجی همه این حرفا رو قبلا بهشون گفتم، توافقیه، دادگاه هم رفتن، خطبه رو جاری کنید. شهود حسابی از شیرین زبانی حاج آقا سر کیف آمده بودند. شهود امضا زدند پای کاغذ. حاج آقا خطبه را خواند. 40,000 تومان دادم دست منشی. تمام. از نظر قانونی همه چیز تمام شده بود. عهدنامه ترکمنچای منعقد شده بود. فتلیشا آب دریای خزر را که چشید گفت خزر همین است. ما نمی‌خواهیم کام شیرین دوستمان را به خاطر این آب شور تلخ کنیم. و داده بود. شهر داده بود. رودخانه داده بود. غرورش را از دست داده بود. و این چنین فتلیشا در تاریخ ماندگار شد. گیدم به بی ارزگی. مگر تاریخ غیر از داستان کسانی است که همیشه از دست می‌دهند؟ هیچ کس نمی‌گوید تزار روس در عهدنامه ترکمنچای چه آیدش شد. همه میگویند شاه قاجار خاک کشورش را داد. شاید ناخودآگاه ما این قانون تاریخ را زودتر از خودآگاهمان فهمیده بود که فکر کردیم من و تهمینه امضایمان یکی از همان امضاهای مهم تاریخ است. امضای شکست برای بازی که اگرچه برنده ای نداشت، اما هر کدام از ما فکر میکردیم دیگری روسیه است. ما نمیگیم که آقای جواد مجابی چند سالش هست، ولی همینقدر میدونیم که بیشتر از 50 ساله که در حقیقت همیشه روی صحنه سیاسی و روشنفکری جامعه بوده. دکترای خودشو در حقوق و اقتصاد گرفته، بعد کارشناس فرهنگی وزارت فرهنگ و هنر بوده، بعد روزنامه‌نگار حرفه‌ای بوده واقعا، ولی در کنار اینها با مجلات ادبی بیشتر رفت و آمد داشته است. نقد به خصوص نقاشی که خودش هم نقاشی میکنه آقای مجابی، این یک کار خیلی جدی است که کرده. اما آقای مجابی در این حال یادتون باشه که قزوینیه، همشهری عبید زاکان هست، بنابراین در تمام کارهای جدی و بسیار جدی که انجام داده گوشه چشمی داشته است به طنز. و این خوشبدلی که در نومیدترین شرایط روزگار همراهش بود و اونو تونست به دوستان و آشنایانم منتقل کنه، این نزدیکی که با بزرگان علم و ادب در همه این 50 سال داشت، از اون یه شخصیت پخته‌ای می‌سازه. آخرین کتابی که ازشون در اومده همین کتابی است که می‌خوام الان خواهش کنم که ایشون تیکه‌شو بخونه، به قول مردمی گفتنی، نش چشمه در آورده. اما بذارید این رو بگم، مدتی بود که هیچ کدوم از کتاب‌های آقای مجابی که آدم بسیار پرکاری هم هست، به نظرم 8-9 تا کتابش در ارشاد مونده بود و منتشر نمی‌شد. یک هفته پیش ما با خبر شدیم که 3-4 تاشو با هم مجوز دادن. به حال غنیمت کتاب تازه منتشر شده جواد مجابی، به قول مردم گفتنی. اون وقت که عقل قسمت میکردن تو عقب ترازو و مثقال رفته بودی، حالا که مال و منصب تخص میکنم جلوی صفی صدهی که چی؟ دست کم برد رو صف فلاسفه و فریختگان بیز که کسی ملتفت احوالاتت نشود. پول که زیاد شد خانه تنگ می شود و زن زشت. این حکم را من و شما که احتمالاً افراد معقول و متعادلی هستیم چندان قبول نداریم، اما نوکیسگان و تازه به دوران رسیده هایی هستند که تا دیروز شبش توی جیبشان سقاب می انداخت و آه نداشتند که با ناله سودا کنند. حالا دری به تخت خورده و اینها شدند برای خودشان نوه اتورخان سرگین برچین. بروبیایی دارند در سایه اختلاس های میلیاردی و زدبند های فراملی. راست گفتند دوستان که قورباغه آوازخوان شده بیات گاو میخواند. اگر بپوشی رختی نشینی تختی، میبینمت به چشم اون بختی. عزیز دل، یه روزی دستت به عرب و عجم میرسید، کیابیایی داشتی، اما حالا که به پیسی افتاده ای از گشنگی بادکی نواله میکنی. این قپی آمدن از واسه چیه؟ تو که میدونی قبای کهانت همه جیک و بول که زندگیت خبر دارن
با سیلی صورت خود سرخ نگرشتی. شنیده ای که فلانی دستشو به کمرش زده که از بگی نیفته. اما اینم باید شنفته باشی که دست خالی برای توسر زدن خوبه. از حال هوای سابق بیا بیرون. برا حاکم معذور انبر نسارام دود نمی کنن. اون وقتی که دهنها و قلمها را می بستی گذشت. دنیا به دیروزش بر نمی گرده. برنامه یه مرور کتاب بود با مسعود بهنود که پایان بخش این ساعت از چشم‌انداز بامدادی است. با ما باشید تا ثانیه‌های دیگر برای ساعت دوم.